میگوید سلامتیش را دوباره به دست آورده. آن رشته پارتیسی که این داروی ما انجام دادیم استمون اثر کرده، خیلی خوبه. زندگی روزمره اش را دارد در بهبهان بدون هیچ درد و ناراحتی. بسه حالمون بختره، نمچشم آوردیمونی. 16 ماه پیش بود که آقای خرمیان اولین داوطلب دریافت رادیو داروی اتریوم 90 یا همون داروی ضد سرطان کبد شد. محصول دانش بنیان متخصصان و دانشمندان کشور که امید بیماران سرطان کبد شده. این دارو FDA اپرووت هست و نتایج کلینیکال ترایال بسیار خوبی برای این دارو گزارش شده. اشعه بتا رو داره که این میره داخل سلول های سرطانی، داخل تومور و اونا رو تخریب انجام میده که از بین ببره. حالا در اردیبهشت 98 در شیراز 20مین بیمار این دارو را دریافت میکند. تا پیش از این دارویی برای درمان این بیماری وجود نداشت و تنها راه جلوگیری از پیشروی اون شیمی درمانی بود. این روشی که امروز شما اینجا ملاحظه کردید یه روش بسیار خوبیه که میشه در مراحلی که کمی پیشرفته تر هست که قابل پیوند یا درمانهای جراحی نباشه، اینها رو برگردون به چرخه درمانهای جراحی یا اینکه کاملا درمونشون کرد. اکنون بیش از 2000 نفر در کشورمون در صف دریافت این رادیو دارو هستند. تولید دارو به شکل انبوه صورت میگیره و به صورت هفتگی در دسترس ما قرار داره. درمان این بیماری حالا از مرز بیماران داخلی گذشته و امید بیماران در دنیا را زنده کرده است. حالا کشورمون ایران بعد از کشور استرالیا دومین کشور در دنیا است که صاحب این تکنولوژی بسیار پیچیده و حساس شده.